بسم الله الرحمن الرحیم فاطمه رهبر هستم و سومین دوره هستش که نماینده مردم تهران از کشور ایران هستم. در دو دوره نایب رئیس کمیسیون اصل دو دوره نایب رئیس کمیسیون فرهنگی بودم. در این دوره نایب رئیس کمیسیون نظارتی هستم و رئیس فراکسیون زنان و خانواده. من در هر سه دوره ترجیح دادم که انتخابات خودمو از ابتدای دوره تا انتها با مردم در ارتباط باشم. در زمان نمایندگی سعی میکنم که با همه اقشار مردم، دانش آموزان، دانشجویان، معلمها، دانشگاهیها، ورزشکاران و همه گروههای مختلف اقشار، اعم از زن و مرد، ارتباط فیس تو فیس داشته باشم. چه اینکه من در بین اونها حضور داشته باشم، از من دعوت میکنن به مناسبت‌های مختلف برم کنارشون، سوالاشون رو مطرح کنم و من پاسخ بدم. و همینطور بالعکس، من در دفترم باشم و اونها به ملاقات من بیان، مشکلاتشون رو مطرح کنم و من بتونم تلاش کنم که با مکاتبه مشکلاتشون رو پیگیری کنم و حتی بازدید بکنم از اماکن مختلف. به نظرم میاد که در طول دوران نمایندگی این ارتباط بهترین تبلیغ میشه در زمان انتخابات بعدی. گروه های مختلف در زمان تبلیغات انتخابات که ما را حمایت میکنن، از ما دعوت میکنن که در جمع اقشار مختلف، مثلا در جمع چند هزار نفری معلمان شرکت کنیم. در این جلسات ما هم گزارش عملکرد قبل رو میدیم و هم برنامه های آینده رو. و حتی برخی از این گروه ها هزینه های تبلیغات ما رو میدن. ما هم به شرطی قبول میکنیم که در زمانی که انتخاب شدیم از ما توقعی نداشته باشن. یعنی توقعی که در خصوص مسئولیت هایی رو داشته باشن یا از ما توقعات کارهای خاص بخوان داشته. اون گروه ها هم به دلیل اینکه میبینن این فرد آدم موفقی بوده و میتونه برای جامعه کمک باشه و باعث پیشرفت کشور بشه، این حمایت های مالی رو میکنه. هفته ای که انتخابات آزاده و هفت روز مونده به اینکه مردم رأی بدن، ما از صبح تا شب دائم سخنرانی های مختلفی در سطح شهر و حوزه انتخابی داریم. معمولاً هر سه دوره بعد از پایان تبلیغات من شب انتخابات میرم مسافرت. معمولاً میرم به شهر مشهد، چون اونجا یه آرامش معنوی به خاطر وجود امام رضا علیه السلام پیدا میکنم. با این آرامش روحی خستگیم در میره و فردا صبح روز انتخابات به شهرم برم. من کارمو کردم، بعد باید ببینم مردم و خدا چی میخواد. سوال سومشون که آیا برای خانوم ها از آقایون سخت تر هست یا خیر، میخوام بگم که بله، کار خانوم ها مشکل تره. اعتقاد دارم خانوم ها دقیق تر و حساس تر کار میکنن. خانوم ها خیلی مهمه که اون کاری که پیگیر میکنن حتما به نتیجه برسه. خب در کنارش خانم ها مسئولیت دیگری هم دارند. علیرغم اینکه خانواده هامون خیلی به ما کمک میکنند، ولی ما هم در قبال خانواده هنوز مسئولیت داریم. البته این مسئولیت مادری و همسری رو با عشق و علاقه و ایثار انجام میدیم. ممکنه که از خواب، استراحت و تفریحمون کم بشه، ولی وقتی یک نتیجه کاری رو میبینیم خب خیلی انرژی میدیم.